مراسم خاکسپاری مادر مجاهد مهری جنتپور مادردائی در تهران. مراسم تشییع و تدفین مادر مجاهد مهری جنتپور مادردائی در بهشت زهرا در تهران برگزار شد. در این مراسم دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، بر مزار مادر سخنانی ایراد کرد و یاد این مادر بزرگوار را گرامی داشت. وصف این بزرگ و این زنی که خانومی که انسانی که در طول زندگیش واقعا زینبی زیست، واقعا زینبی زیست و فرزندانی که تربیت کرد و تحویل جامعه داد، نه تنها فرزندان رضاییش، این شیریش، خیلی از این بچه هایی که امروز آن طرف مرز هستند، زیر موشک هستند، زیر هزاران گرفتاری هستند و مشکلات، ولی مثل کوه ایستادند، اینا فرزندان این مادرند. چه سعادتی. خیلی ها میان به این دنیا زندگی میکنند و از این دنیا به خیال خودشون لذت میبرند و بعدم میرند، اما لذتی که این گونه مادران میبرند نوع دیگری است. مادر، من چی بگم؟ از محبت‌های تو، از حرف‌های تو اون موقع که میتونستی حرف بزنی، از شناخت تو، از استعداد تو، از مغز تو که تا آخرین لحظه ها کار میکرد و فعال بود. فقط میگم که بعد از تو خیلی ها یتیم شدند. میگویند انسان بعد از مرگ مادرش یتیم میشه. ما واقعا یتیم شدیم. تو زینب گونه زیستی، تو زینب گونه زیستی و جزء زینب های زمان بودی
حرفای من رو گوش کنند و ضبط کنند. آنهایی که مأمور این کار هستند، بله من با صدای بلند میگویم، تو زینب گونه زیستی و زینب زمان خودت بودی، مثل هزاران مثل تو، مثل مادر دشتی که دو سه روز قبل از تو رفت، اون رفت جا رو برای تو آماده بکنه. عجیبه واقعا. در هر حال من اجازه میخوام از طرف خانواده از همه تون تشکر بکنم، از اونایی که در هر حال با مشکلات آمدند و در تشییع این زینب زمان شرکت کردند و من دیشب هم در مجلس خانم دشتی گفتم نگران نباشید، جامعه ما با تمام مشکلات و فسادش و حاکمیتی که جز فساد پروری کاری نداره، اما مرتب زینب و حسین تولید میکنه، مرتب زینب ها و حسین ها به وجود میان. 50 سال شاه و شیخ سعی کردند که این شجره رو بخشکانند. مگه می شود؟ یاد یه جمله افتادم از حضرت آیت الله عظمی منتظری که در اون نامه‌ای که به آقای خمینی نوشته بود، نوشته بود مطمئن باشید که با کشتار فکر از بین نمیره. این همه کشتید، این همه زدید، این همه بریدید، تیر زدی، تبر زدی، بر تن بی سپر زدی، یه وقتی دیدی این چیزهای کافی نیست، با موشک 80 موشک فکر کردی همه چی رو از بین میبری، اما مطمئن باش تا یکی دو ماه دیگر لیبرتی از اولش هم زیباتر و بهتر و قشنگتر خواهد شد. تا هستند کسانی که دلشون به حال این ملت میسوزه، تا هستند کسانی که فریاد میزنند ز گهوار تا گور دانش بجوی، و دانش رو بر میدارن میگن ز گهوار تا گور آزادی به جوی. اون دانشی که در کنارش آزادی نباشه دانش نیست. در دانشگاهی که
به اصطلاح خیلی استاد و دانشمند وجود داره، اما کوچکترین توجهی به وضع فلاکتبار و غم‌انگیز جامعه نداره و دزدی ها و چپاولگری ها رو میبینند و سکوت میکنند. بله، در این جامعه باز هم باید گفت ز گهواره تا گور آزادی بجو، چون در اگر آزادی نباشه، در جامعه‌ای که آزادی نباشه، همین است که میبینید دزدی و فساد و فحشا. و امام حسین و زینب همه چیز خودشون رو فدا کردند به خاطر آزادی و فریاد زدند هیهات من الذله، ما هرگز ذلیل نمیشیم، ما همیشه سربلندیم. و میبینید در طول تاریخ حسین ها و زینب ها سربلند بودند. من بار دیگر از طرف خانواده تشکر میکنم از شما و استدعا میکنم که همونطور که فرمودند محلی که باید تشریف ببرید و عرض کنم که روز دوشنبه هم از ساعت 3 بعد از ظهر مراسم عرض کنم یاد بوده این مادر برقرار هست. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.